قهرمان پردازی از بچگی من این اتفاق ذهن من افتاد که میتونم خیلی آدم ها رو دوست داشته باشم و بتونم باشون ارتباط برقرار کنم. این قهرمان پردازی از بچگی من این اتفاق ذهن من افتاد که میتونم خیلی آدم ها رو دوست داشته باشم و بتونم باشون ارتباط برقرار کنم. وقتی توی یادم مدرسه‌مون یه فیلم از بروسلی میذاشتن که یه پرده سفید وصل میکردن، آپارات بود اون موقع، فیلم بروسلی میذاشتن، شما وقتی فیلم تمام شد بیرون میدیدی همه دارن به قصد کش همدیگر میزنن. یعنی انقدر جو میگرفت این شرایط بروسلی که افتضاح میشد. تو رویا پردازی اینا رو دیده بودم من وقتی میرفتم استادیوم آزادی، خیلی بچه بودم بازی پرسپولیس میرفتم میدیدم، میگفتم یه روز میرم توی زمین بازی میکنم. این اتفاق برام افتاد که به روزی شد که اونجا بازی کردم و شدم کاپیتان تیمی که دوستش داشتم. خیلی از دوستایی که من باشون کار کردم، حالا حسن خوده یکی از کسایی بودی که من باشون چند تا کار کردم، سوال میکنم، دوست دارم که بهترین اتفاق بیفته. برای همین تو این چند سالم سعی کردم درست انتخاب کنم، خودم ناخودآگاه یه ذره اون طنز رو بلدم و دارم. برای همین هم میتونم خیلی آدم خوبی باشم، هم میتونم خیلی آدم بدی باشم. یعنی دو وجه خیلی جالب دارم. زیاد نقد شدنم باعث شد که انقدر انگیزه به هم بده که بتونم آدمی باشم که تو فوتبال جز نفراتی باشم که شاید تو ذهن آدم ها خیلی سخت بشه پاکش کرد. بازیکنی که سعی میکنه بهترین بازیکن زمین باشه، بهش همه جمع میشن کمک کنه که اون گل رو بزنه. وقتی اون گل رو بزنه تیم برنده است. شما اگه تو تیم بازنده بازی کنی تیمت به بازه بهترین هم که باشی بازنده ای، ولی وقتی تو تیم برنده باشی ضعیف هم که باشی مطمئن باش برنده خوبی میتونی باشی. برای همین خیلی شبیه امیدوارم که جشنواره امسال جشنواره خوبی باشه مثل هر سال. متاسفانه این کرونا تاثیر گذاشته، امیدوارم که هرچی سریعتر این کرونا دست از سر همه مردم دنیا برداره. دلم هم واقعا لک زده برم بشینم تو سینمای فیلم نگاه کنم. واقعا دلم لک زده این که برم تو سینما و مردم بشینم یه خورده بخندیم، یه خورده عشق کنیم، یه خورده حالمون خوب. حسن انا رفتن تو پیج جشنواره، دیدم آخرین عکسی که ازتون لایک خورده 2000 خورده ایه، ولی مصاحبه داداش 12000 خورده ای لایک داره. داداش 12000 خورده ای عزیزم، جایزه رو بدید برم من.